مهمان من در روزهای انقلابی ماه بهمن سال 1357 دانشجوی رشته برق و الکترونیک در دانشگاه پهلوی شیراز بود. ولی در سال 59 علم را رها کرد و دانشجوی دین شد و 18 سال بعد از آن را در حوزه علمیه قم گذراند. ولی در سال 1377 دادگاه روحانیت او را به مدت 18 ماه در زندان اوین محبوس کرد. او که یکی از منتقدان فعال حکومت ایران است، چند سالی است که در دانشگاه دوک در امریکا به تدریس مشغول است. چه چیز او را به کسوت روحانیت کشاند؟ امروز نظرش در مورد روحانیت ایران چیست؟ و 31 سال بعد از انقلاب اسلامی نظرش درباره این انقلاب چیست؟ محسن کدیور، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. شما آقای کدیور، در روحانیت ایران چی دیدید که رشته نسبتا مدرن برق و الکترونیک رو رها کردید و طلبه حوزه علمیه قم شدید؟ اون چه من رو به قم کشانید روحانیت نبود، اسلام بود. من مایل بودم که در زمینه علوم اسلامی اطلاعات بیشتری پیدا بکنم، لذا بهترین جایی که امکان داشت این علوم رو یافت حوزه علمیه قم بود. در اون زمان من تحت تأثیر مرحوم دکتر شریعتی، مرحوم مهندس بازرگان، تمایل فراوانی به علوم انسانی داشتم. به هر حال شرایط مناسب نبود، وضعیت علوم انسانی هم اون روز در دانشگاه ایران چندان مطلوب نبود، لذا مثل بقیه دانشجویان ریاضی من هم سر از رشته مهندسی در آوردم. اما بعد از مدتی احساس کردم گم شده من در این رشته نیست، اگرچه هنوز هم من ریاضی رو دوست دارم و معتقد هستم نظم فکریم برخواسته از همون تعلیمات ریاضی و مهندسیه که در اون سالها داشتم. ابتدا مایل بودم به جامعه شناسی رو بیارم، بعد انقلاب پیش آمد، من چهرهای مانند مرحوم مطهری، علامه طباطبایی رو بیشتر آشنا شدم و لذا جاذبه ای در عقلانیت دینی در اونها یافتم و با مطالعه بیشتر روانه تحصیل در این حوزه ها شدم. الان هم پشیمان نیستم، معتقد هستم اگر با نگاه تازه‌ای به میراث کهنمون نگاه کنیم مطالب بسیار بکری در اون پیدا میکنیم. ولی آقای کدیور، شما میگین که اسلام شما رو کشوند در واقع به حوزه علمیه قم، ولی چندین ساله که شما در کتاب‌های متعدد و مقالات متعددی که منتشر کردید اصولا نسبت به اسلام سنتی منتقدید و لبه حملتون متوجه اسلام سنتی کردید و اتفاقا همون اسلام سنتی بود که شما رو کشوند به حوزه علمیه قم. اون چه که در دین من یافتم، به خود در اسلام یافتم، رگه های بسیار مترقی بود که هنوز هم به اون باور دارم. اما این رگه های مترقی در طول چندین سده رسوب های به خودش گرفته و نیاز به برداشت های تازه داره. یادم هست دقیقا در اون سالها من فراوان با روحانیون اون دوره تماس می گرفتم. بسیاری از اونها رو زمانی که در انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بودم دعوت کردم با کمک دوستان دیگه. یادم هست از جمله کسانی که دعوت شدند مرحوم شهید باهنر بود، مرحوم برقعی بود، حضرت آیت الله جوادی آملی که الان هم در قید حیات هستند و حمدالله بودن. خب با اونها هش و نش داشتم، سوال میکردم، از بسیاری روحانیون دیگر هم که نام نمیبرم میپرسیدم، بسیاری از سوالات هم پاسخ داده نمیشد. احساس کردم خودم باید دست ها رو بالا بزنم و برم بگردم و شروع کردم. انتقاداتی هم که تاکنون داشتم، من معتقد هستم اسلام سنتی هنوز در ایران قوی ترین نهاد موجود هست، با همه قوتش نیاز به اصلاح داره، اما این اصلاح به هیچ وجه نباید به پایه‌های اصیل اون آسیب بزنه. لذا اشتراک من با تلقی سنتی از اسلام در بسیاری از بنیادها و اصول هست. در برخی از برداشت‌ها همونطور که در آثار خودم نوشتم انتقاد دارم. مهمترین انتقادی که من در اون کتاب‌ها و مقالات ارائه کردم
فی الواقع تلقی سیاسی هست که در میان متفکرین سنتی ما یافت میشه. بسیار خوب. بسیاری حالا از آقای کلیفه خیلی عذر میخوام حرفتون قطع میکنم. ما برمیگردیم به مسئله دید شما یا برداشت مدرن شما از اسلام. ولی اجازه بدین در همون در سطح روحانیت فعلا بمونیم. شما میگین که شما پشیمون نیستید که به هر حال رفتین و به جرگه روحانیت پیوستید. ولی قبول دارید که روحانیت در وضع بسیار بدی هستش در حال حاضر در ایران. من فقط یک تکه‌ای از یک نامه سرگشاده‌ای که ظاهراً عده‌ای از مدرسین و طلاب قوم و نجف به رئیس و نماینده مجلس خبرگان نوشتند که اینو من از سایت خودشون برداشتم. از جمله در جایی میگه که روحانیت وجهه مردمی خود را به کلی از دست داده است. مردم آنان را دیگر به جای اون که معلم اخلاق بدانند، پلیس نظامی و حتی چاقوکشان شهر میدانند. شما قبول دارین که روحانیت به مقدار زیادی بی اعتبار شده در ایران الان؟ البته این نامه در سایت شخصی من نیست، من هم اون رو خوندم. این مطالبی که ذکر شده، انتقادات فراوانی الان در مورد روحانیت در سطح جامعه مطرح هست. منصفانه اگر قضاوت بکنیم، تا حدودی شأن و منزلت روحانیون نسبت به 31 سال قبل پایین تر آمده. اما از همان سو اگر بخواهیم با دقت موضع روحانیت رو الان بررسی بکنیم، این است که روحانیت الان دو سویه دارد. یک سویش سویه حکومتی اون هست که با ادبار فراوان، با انتقاد فراوانی در سطح جامعه مواجه هست. از سوی دیگه در میان منتقدین همین نظام هم قوی ترین منتقدان و مخالفان قانونی از میان علمای دین و روحانیون هستند، از قبیل مرحوم آیت الله منتظری برسد تا این که همین رهبران جنبش سبز که اکثرشون روحانی هستند. لذا میشه ذکر کرد که هم روحانیت در حال حاضر جزء موانع پیشرفت کشور هست، هم جزء مهمترین عاملان پیشرفت کشور هست. فکر نمی کنم در هیچ یک از دیگر جوامع اسلامی این نقش دوگانه روحانیون رو ما بتونیم مشاهده بکنیم. اینم به دلیل فعال بودن جامعه فعلی ما ایران هست. ولی آقای کدیور، روحانیون اصولا به خصوص روحانیت شیعه در ایران همیشه در موضع مخالف بوده و ظاهرا از حق مردم دفاع میکرده و در موضع مردم در مقابل حاکمان وقت بوده. ولی خب فرصتی پیدا کرد که حکومت بکنه و برای مدت 31 سال الان به طور مطلق داره روحانیت حکومت میکنه و دستاوردش الان اینه که عده زیادی در به زعم خود شماها که طرفدار جنبش سبز هستید، میلیون ها آدم روی برگردوندن و دقیقا انتقاد دارن به شیوه حکومتداری روحانیان در ایران. بله، ما انتقاد داریم و این شیوه ملازم با روحانیت نیست. یعنی اقلیتی از روحانیون در ایران به نام دین و به نام روحانیت دارن حکومت میکنن، مرتکب اشتباهات فاحشی هم شدند و بیشترین نقد رو هم از جانب مراجع و از جانب علما و از جانب روحانیون بزرگ شیعه متوجهشون هست. امروز فی الواقع خطرناکترین انتقادها برای حکومت جمهوری اسلامی انتقادهایی است که از ناحیه مراجع، از ناحیه علمای دین وارد میشه. ما نمیتونیم این رو انکار بکنیم. قرائتی از اسلام و اقلیتی از روحانیت امروز بر کشور داره حکومت میکنه. این بخشی از روحانیت که الان در قدرت کمتر از 10% روحانیون موجود در ایران هست، که البته آبروی اون 90% باقی مونده رو هم تحت تاثیر خودش قرار داره. بنابراین میشه ذکر کرد به گفته مرحوم شریعتی، الان اون چه که در ایران در حال انجام هست فی الواقع نبرد مذهب علیه مذهب هست. یک قرائتی از اسلام، قرائت دموکراتیک، داره با قرائت دیگر از اسلام، قرائت استبدادی مبارزه میکنه. من فکر نمیکنم اون مردم ایران هم به راحتی این تفکیک رو قائل هستند بین این دو تفاوت در قرائت و در منظر اکثر مردم ایران. روحانیت همانند پزشکان، همانند مهندسان، یک قشر یک دست نیست. برخی از آنها که از علم، تقوا و مجاهدت برخوردار هستند هنوز بالاترین منزلت اجتماعی را دارند. نمونهش تشییع جنازه بسیار باشکوه مرحوم آیت الله العظمای منتظری. بخشی از اونها هم همسواد هستند، ریاکار هستند، دنیادار و دکاندار هستند. اینها هم در چشم مردم هیچ منزلتی ندارند و مورد نفرت هستند. حساب این اقلیت رو نباید به حساب بقیه گذاشت. خب، ولی در عین حال هم بر اساس صحبت های خود شما آقای کدیور، بازگشت اعتبار سابق به روحانیت ایران مستلزم اینه که یک جناح در این نبرد بین مذهب و مذهب برنده بشه.
یکی اون جناح باشه که جناح برداشت مدرنتری از دین داره. بیشک ما متاسفانه الان یک برداشتی از دین که برداشت رسمی هم هست و به نام روحانیت هم داره تمام می شود، این اشتباهات متعددی داره مرتکب میشه. کار جنبش سبز همینه که یک برداشت تازه تر و مدرن تر و نزدیکتری به مبانی و ارزش های دینی به جامعه عرضه کنه و مردم ما هم انصافا بین این دو مورد رو کاملا تفکیک قائل میشن. یعنی حساب فرض بکنید امثال آیت الله منتظری رو از برخی مروجان خشونت و قساوت و استبداد کاملا جدا میکنن. شما آقای کدیور در کنار دیگران یکی از به اصطلاح روحانیون شاخصی هستین یا روشنفکران دینی خیلی شاخص و فعالی هستین که همطور که گفتم کتاب‌ها و مقالات زیادی منتشر کردید و در واقع در ستیز با اسلام سنتی به نوعی هستید از نظر فکری. سوال من اینه که شما به دنبال یک رنسانس در اسلام به طور کلی هستید یا اینکه دوست دارین که یک برداشت دیگری از مذهب شیعه برای نوع حکومتداری در ایران بشه؟ من اینکه در ستیز با اسلام سنتی، این تعبیر رو اجازه بدید درش تجدید نظر بکنم. این تعبیر تعبیر تمامی نیست. من با در ستیز با اسلام استبدادی هستم، در ستیز با اسلامی هستم که نوعی دنیاداری رو به نام دینورزی داره بر جامعه مسلط میکنه. اما در میان روحانیون سنتی، علمای سنتی، همه اساتید من قرار دارن. مرحوم آیت الله العظمی منتظری مهمترین استاد در طول زندگی من یک عالم سنتی بود و من همواره احترام او رو دارم. یا استاد دیگه هم آیت الله جوادی عاملی در معقول، همه اینها سنتی میاندیشن. اما این باعث نمیشه که برخی از کاستی ها که در تفکر سنتی هست مورد نقادی قرار نگیره. این رسم حوزه های علمیه هست که در اون همه تفکرها به آزادی مورد نقادی و بررسی و بحث قرار میگیره و کسی هم متهم نمیشه به خاطر نقدش، براش مشکلی ایجاد نمیشه. من همچنانی که بسیاری از آراء اساتید سنتی خود رو باور دارم، در پاره از مسائل با اونها اختلاف نظر دارم. اما رنسانسی که گفته میشود، این رنسانس اگر به معنای اصلاح فکر دینی است، از آن قبیل که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی آغاز کرد، بله. اگر از قبیل آن چیزی است که بزرگانی مانند آخوند خراسانی در زمان خودشون انجام دادن، مرحوم مدرس مطالبی رو ذکر کرد، حتی در پاره از مسائل فقهی مرحوم آیت الله خمینی بهش اشاره کرد، اونها رو من باور دارم. همونطور که ذکر کردم، به نظر میرسه ما در علم اصول فقه خودمون نیاز به پاره تجدید نظرها داریم. اینها کاملا کارهای تخصصی هست. در این تجدید نظرها که متناسب با در چارچوب در بخشی از چارچوب‌های سنتی قرار می‌گیره، در برخی از مبانی هم اون رو در می‌نورده که من در نوشته‌های خودم به دقت بهش اشاره کردم، انتقاداتی دارم و دارم در همون زمینه پیش میرم، هم در زمینه‌های کلامی، هم در زمینه‌های فلسفی، هم در زمینه‌های فقهی و اخلاقی. من فکر می‌کنم اون چه که تعلیمات و معرفت دینی در زمان ما از اون رنج میبره این هست که نتوانسته خودش رو بروز بکند. من به دنبال این هستم که اسلام ما بتواند پاسخگوی مسائل زمانه خودش باشد و به جای اینکه در زمان علامه مجلسی 500 سال پیش نفس بکشیم، در زمانه خودمون نفس بکشیم، فرزند زمان خودمون باشیم و نبض تفکر جامعه رو به شکل رقابتی و آزادانه در دست داشته باشیم. این چیزیست که من دنبال میکنم. بسیار خوب. آقای کدیور، 31 سال پیش که در ایران انقلاب اسلامی شد، اون زمان بسیاری شاید فکر می‌کردن که دنبال یک نوع آزادی و جمهوریت متکی بر آرای مردم هستند، ولی ظاهراً خیلی‌ها نظرشون کاملاً عوض شده. بسیاری معتقدند که این انقلاب اصولاً نمی‌باید صورت می‌گرفت و اشتباه بود که صورت گرفت. شما کماکان معتقدید که انقلاب بایستی صورت می‌گرفت؟ قاطعانه من اگر 31 سال پیش دوباره قرار می‌گرفتم، همون میکردم که اون روز کردم. یعنی اون شعارهایی که ما 31 سال پیش دادیم، استقلال بود، آزادی بود، عدالت بود و جمهوری اسلامی بود، اونها هنوز برای من ارزش داره. هیچ کدام از اون موارد از دست نرفته. من حساب انقلاب اسلامی که یک انقلاب مردمی بود، یک انقلاب ضد استبدادی و ضد امپریالیستی رو بود، از حساب نظامی که بعد از اون برپا شد و در پاره از موارد به انحراف رفت کاملا جدا میکنم.
اون چیزی که ما از دست دادیم در طول این 31 سال و امروز دوباره بر اون تاکید میکنیم ارزش‌های ضد استبدادی بود که در انقلاب اسلامی سال 57 نهفته بود. ما انقلاب کردیم تا یک نفر به جای یک ملت تصمیم نگیرد. ما انقلاب کردیم که از هر حاکمی، از هر رئیسی، از هر رهبری امکان سؤال باشد و همه پاسخگو باشند. هیچ کس خودش رو فوق قانون نداند، هیچ کس مقام مادام العمر نداشته باشد. این مواردی بود که ما براش انقلاب کردیم. خب اینها امروز هم قابل دفاعه. ولی آقای کردی و خیلی عذر میخوام، شما البته این صحبت ها رو در جاهای دیگر هم کردید و استنادتون هم به شخص آیت الله خامنه ایه و ببخشید آیت الله خمینیه و از اون جمله میگین که از خود آقای خمینی نقل میکنی که گفته وقتی که خبرنگاری در پاریس ازش میپرسه که شما چه جور جمهوری میخواین، گفته جمهوری ما مثل همین جمهوری فرانسه است، فرقی نمیکنه. ولی خیلی منتقدین انقلاب اسلامی معتقدن که اون نحوه موضع گیری اون زمان آقای خمینی که سر کار نبودند هنوز یک نوع فرصت طلبی بود برای کسب قدرت، کما اینکه مثال میارن که بلافاصله بعد از انقلاب اتفاقاتی افتاد از جمله مثلا دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و اعدام‌های گسترده، اینا کاملا مغایر اون چیزی بود که قبلا گفته میشد و خیلی زود بساط بسیاری از احزاب سیاسی هم برچیده شد در ایران. وقایع بعد از انقلاب در همه انقلاب‌ها میباید با شعارهای اولیه رهبران انقلاب مورد ارزیابی قرار بگیره. اونچه که من الان ازش دفاع می‌کنم اون جمهوری اسلامی بود که مرحوم آیت الله خمینی در پاریس به ملت ایران معرفی کرد و ما ملت عاشق اون ارزش‌ها شدیم. جمهوری به همان معنا که در همه جای دنیا جمهوری است، جمهوری که بر پایه آراء ملت است اما ارزش‌های اسلامی مورد توجه مردم را هم پاس می‌داره. من از او دفاع می‌کنم. بیشک همچنان که در انقلاب شوروی، در شوروی سابق، در انقلاب فرانسه، در انقلاب کوبا، در انقلاب ایران، در انقلاب الجزایر تندروی‌های صورت گرفته، به شدت مورد انتقاد ما هم هست. بسیاری از اون چیزی که در دهه اول اتفاق افتاده مورد نقد ماست. اما امروز بحث ما این است که بعد از 31 سال تجربه، نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی اسمشان هست، رسمشان نیست. ما نه مجلس خبرگانی داریم که بر رهبری نظارت بکند واقعا، نه قوه قضاییه مستقل از قدرت سیاسی اجرایی داریم که بتواند نهاد قضا را به شکل عادلانه در جامعه پیش ببرد، نه مجلس شورای اسلامی داریم که واقعا نمایندگان برگزیده مردم باشند. اینها همه تشریفاتی و فرمایشی شدند و نه روزنامه آزاد داریم. اینکه روزنامه قبل از انتشار توسط نهاد امنیتی حکومت مورد بررسی قرار بگیره، این دقیقاً همان چیزی است که ما علیه او انقلاب کردیم و دوباره بر جامعه ما برقرار شده. 12 سال پیش من مصاحبه کردم، ذکر کردم ما انقلاب نکردیم که اسم شاه عوض بشود، اسم رژیم عوض شود، اما واقعیت‌های استبدادی برقرار باشد. بعد از اون 12 سال که به خاطر زندان رفتم دوباره هم ذکر میکنم جمهوری انقلاب اسلامی برپا شد که استبداد با هر نامی از ایران ریشه کن شود. ریشه استبداد 2500 سال است در ایران. قبل از اسلام داشتیم، بعد از اسلام هم داشتیم. قبل از انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب هم داریم. ما میخواهیم از استبداد نجات پیدا بکنیم. قبل از انقلاب استبداد سکولار در ایران برقرار بود، بعد از انقلاب استبداد دینی است. استبداد در هر لباسی محکوم است، در هر شکل و قیافه محکوم است و وقتی هم لباس دین رو به تن بکنه خطرناکتر میشه. این گفته مرحوم آیت الله نائینی است که ما بارها بر او تکیه کردیم. لذا من بار دیگه ذکر میکنم انقلاب اسلامی برای رسیدن به آزادی ملت ایران بوده. ملت ایران هنوز هم آزادی میخواد. خب. برای رسیدن به استقلال بوده. ما اگرچه در حوزه استقلال بهتر از آزادی و عدالت مسئولین کشور عمل کردند، اما امروز نسبت به برخی روابط با چین و روسیه ما انتقاد داریم. میگیم که موازنه منفی همچنان که با غرب بوده باید با شرق هم برقرار باشد. هیچ تفاوتی نمیبینیم و بیش از همه بر
انتقاد پذیری و پاسخگویی همه مسئولان مملکتی از صدر تا ذیل تأکید میکنیم. این یعنی اجرای اصول برجامانده قانون اساسی. فکر نمیکنم این خواست زیادی باشه. بنابراین آقای کدیور، شما به عنوان یک روشنفکر دینی کماکان خواستار یا دارین تلاش میکنین برای احیای حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی که مورد نظر شماست در واقع، ولی به هر حال جمهوری اسلامیه. اون چه که من براش دارم تلاش میکنم اجرای اصول برجامانده قانون اساسی است. من فکر میکنم ما 31 سال قبل رفراندومی در ایران داشتیم. بسیاری از مسائل عوض شده است. میباید به تدریج زمینه برگزاری یک رفراندوم دیگه مطابق ضوابط قانون اساسی فراهم بشود، همچنان که مرحوم آیت الله خمینی در اولین سخنرانی بعد از بازگشتش در ایران در بهشت زهرا 12 بهمن 57 ذکر کرد. پدران ما حق ندارند برای ما تصمیم بگیرند، هر تصمیمی گرفتن برای خودشان محترم است، ما هم حق داریم برای خودمان تصمیم بگیریم. امروز فرزندان من، نسل جدید ایران حق دارد درباره آینده ایران تصمیم بگیرد. اگر از من بپرسند، من برای خود رأی دارم، در آثار خود هم نوشتم. اگر این رأی از اکثریت برخوردار بود بر کرسی می نشیند، اگر از اکثریت برخوردار نبود من به رأی اکثریت گردن می نهم. لذا آنچه که ازش دفاع می کنم آن چیزی است که ملت ایران آن را بپسندد. البته نظر شخصی مرا بپرسید، من به آن انقلابی که کردم باور دارم، به آن جمهوری اسلامی که در پیشنویس قانون اساسی هم نوشته شده بود معتقد هستم، اون را قوی ترین حقوقدانان ایرانی نوشته بودند و با فرهنگ ایران قرابت فراوان دارد و برخی نهادهای استبداد دینی هم در آن یافت نمی شود. از شخص من سوال کنید، نظر من آن است. بسیار خوب. شما برگردیم به جنبش سبز در واقع که الان یک جنبش فراگیری شده. من می‌خواستم سوال کنم به نظر شما چطور شد که یک جنبش اعتراض ظاهراً طبیعی به اصطلاح تقلب در انتخابات اونطوری که معترضین معتقد بودند تبدیل شد به یک جنبش فراگیر که خواستار بسی بیشتر از اون چیزه که از اول خواستارش بود؟ انباشت اعتراض وقتی صورت بگیره، همه نهادهای نظارتی و انتقادی در جامعه بسته بشه، از کمترین روزنی که پیدا کنه خودش رو عرضه میکند. سالهاست مطبوعات ما تحت خفقان و سرکوب قرار گرفتن. نزدیک 150 مطبوعه در این چند سال اخیر توقیف شدند. این یک رکورد بین المللی برای جمهوری اسلامی و رهبران آن است. بسیاری از سران احزاب سیاسی امروز در زندان هستند. یعنی فی‌الواقع جمهوری اسلامی واقعا موجود هیچ فعالیت احزاب سیاسی را در چارچوب قانون اساسی بر نتابیده است. دادگاه‌های ایران مستقل نبوده است. خب این اعتراضات باعث میشه جوانان بسیاری مطالبات دارن. این مطالبات قانونی هست. دانشگاهیان مطالبات دارن. مراجع تقلید، تعداد مراجع منتقد بسیار فراوان است. بسیاری از اونها 5-6 مرجعی داشتیم که در طول این چندین ساله، چندین دهه در خانه خودشان محبوس بودند. خب وقتی این موارد انباشت بشود، اساتید دانشگاه به اجبار بازنشسته شوند و دانشجو صدایش در دانشگاه سرکوب شود و بسیج به نام حکومت بخواهد به جای مردم سخن بگوید، خب حاصلش این میشه که مردم بالاخره میخوان به نحوی اعتراض کنند. چرا به قانون اساسی عمل نمی کنید؟ چرا پاسخگو نیستید؟ بله بسیار خب آقای کدیور، ما یک دقیقه و نیم بیشتر فرصت نداریم. اگه لطف بکنید خیلی کوتاه به من این آخرین سوالم جواب بدید و اون اینه که جنبش سبز تا به حال چه از طریق شعارهایی که در خیابون‌ها مطرح کرده و چه از طریق کسانی که به عنوان حالا سخنگو یا سران جنبش سبز موسوم شدن، مثل آقای موسوی، مثل آقای کروبی، از طریق بیانیه‌ها این خواست‌های مشخصی رو مطرح کرده، شما چقدر امیدوارید که جنبش سبز این خواست‌هاش در کوتاه مدت برسه؟ من معتقدم دو دستاورد بزرگ جنبش سبز داشته. یکی خودآگاهی ملت ایران. امروز به سطح شعور ملی، به سطح عمومی رسیده است، دیگه نخبگان نیستند. دومش هم شجاعت ملت ایران هست که توانسته بر سر خواسته های منطقی حداقلی خودش پافشاری بکنه. ما در کوتاه مدت
موفق می شویم که بخشی از این مطالبات رو بر کرسی بنشانیم، اما رسیدن به همه این مطالبات صبر می خواد و تدریجی خواهد بود و یک شبه امکان ندارد برسیم. همین که امروز انتقاد از قدرت مطلقه از تمام اکثر مردم ایران شنیده می شود، مطالبی که 10-12 سال قبل فرض بکنید بنده ذکر می کردم، انگشت نما می شدم، امروز می بینید این مطالب در بیانیه های رهبران جنبش سبز داره منتشر می شود. نقد استبداد، این بزرگترین دستاوردی است که امروز ما در جنبش سبز مشاهده می کنیم. من افق جنبش سبز رو بسیار امیدوار کننده می دارم و معتقد هستم اونچه که در ایران داره اتفاق می افته الگویی در خاورمیانه خواهد بود، دموکراسی به سبک ایران. محسن کدیور، خیلی متشکرم از شما برای شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنونم شما.